خانم خدابا با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 ماه اسد سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. پنجمین انفجار مرگبار در کمتر از یک ماه در شهر کابل. صبح که از خانه میبریم تا شام ما انتظار نداریم که پس خانه زنده بریم یا نرمیم. خسته شده کشور تک کنیم کن. خانه ببریده دیگه کشور. حمله نیروهای بیجای دولتی بر سه مخفیگاه گروه داعش در کابل. در آمده از یادر ایجا امتحاری و کرا گرفته است و به این حالت چرا ای در کنترل نمی کنه؟ در دومره تجهیزات، دومره حساب کتاب دوی را وڑی و در سرخم را وڑی و در ولی بکفایت تدی در خلق ولی خبر نمی. سفرک حییت طالبان به ازبکستان. ازبکستان هم آمادگی نشان داده بود، اندونزیا هم آمادگی نشان داده و ایجام میشه که نشست ها برگزار شود. گفته یک گزارش تازه درباره مبادله شدن روند استخدام در سفارتخانه های کشور به ابزار برای فشارهای سیاسی، امتیاز دادن ها و باج دادن ها. و تصویب مدغم شدن کامل ایالت جمع و کشمیر به هند از سوی پارلمان این کشور. مشروع خبرها. در یک انفجار در حوزه ششم امنیتی شهر کابل 14 تن به شمول 4 پلیس جان باختند و 145 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار برخواسته از یک موتر بم گذاری شده در میانه حوزه ششم پلیس و مرکز جلب و جذب اردوی ملی بود. به گفته وزارت امور داخله در این رویداد 92 غیر نظامی و بیشتر از 50 پلیس زخم برداشتند. این انفجار به اندازه نیرومند بود که آواز آن در بیشتر بخش‌های شهر کابل شنیده شد. حسیب اتکپال گزارش می‌دهد. ساعت 9:10 دقیقه صبح روز چهارشنبه انفجار نیرومندی اینجا را در یک لحظه به یک ویرانه مبدل ساخت. در نخست یک موتر باربری مملو از مواد منفجره در کوچه که میان حوزه ششم پلیس و مرکز جلب و جذب اردوی ملی بوده میآید و در همه قسمت مواد منفجرش انفجار میکنه. در نتیجه این انفجار دو تن در مرکز جلب و جذب اردوی ملی و بیشتر از 8 تن دیگر در حوزه ششم امنیتی پلیس جان باختند. منابع رسمی جان باختن 14 تن به شمول 4 پلیس را در این رویداد تایید میکنه. این موانع امنیتی نیز به داد حوزه ششم امنیتی پلیس و مرکز جلب و جذب اردوی ملی نرسیده. قدرت انفجار بیشتر از اینها بود، چنان که تمامی دفترهای حوزه ششم امنیتی شهر کابل و بخش هایی از مرکز جلب و جذب اردوی ملی به گونه کامل آسیب دیدند. ما خسته شدیم، دقیقه آوردیم، صبح که از خانه میبریم تا شام ما انتظار نداریم که پس خانه زنده بریم یا نرمیم. این کفش بی صاحب میرساند که تا کنون از سرنوشت کسانی که در این رویداد آسیب دیدند خبری نیست. خسته شدی کشور را ترک کنیم کن، خانه ببریده دیگه کشور، دیگه خسته شدی، یا رئیس جمهور مملکت آرومی کنه یا بی خسته دیگه خست بشینه. تلاش ها برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوارها ادامه دارند. در این رویداد 145 تن به شمول 92 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخم برداشتند. تمام شیشا بالای من ریخت، فقط همه قطعانستم کمی روی خود اپاد کنم، دیگه نفهمیدم. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. طالبا جنایت های بزرگ در علیه بشریت مرتکب میشن و با تاسف هنوز هم دستشان به خون مردم و بیگناه معاصر خست، در حالی که رهبرانشان در بیرون از خاک افغانستان با افراد اشخاص مختلف وارد یک پروسه بنامثال شده. کوشش میکنم که در شهرهای بزرگ عملات اداری و انفجاری را انجام بدن که ملت علیه نظام برخیزانند و تلفات ملکی سبب از این شود که یک خبر باید بسازند. کابل نشینان در 20 روز پسین گواه چندین حمله هراس افکنانه در پایتخت بودند.
دیشب نیروهای دولتی در سه بخش کابل بر مخفیگاه‌ها و کارخانه‌های ساخت ماین‌ها با واسکت‌های انتحاری داعشان حمله کردند. ریاست امنیت ملی می‌گوید که در این سه عملیات در حوزه‌های 8، 15 و ولسوالی بگرامی کابل مراکز مهم ساخت ماین‌های مغناطیسی و بسته‌بندی موتورهای بمب‌گذاری شده را نابود کردند. در این عملیات‌ها دو تن از داعشان کشته شدند و دو تن دیگرشان بازداشت شدند و سه تن از نیروهای دولتی نیز جان باختند. شریف امیری گزارش می‌دهد. هنگامی که پایتخت نشینان در خواب بودند، نیروهای دولتی بر سه مخفیگاه داعشیان در کابل حمله کردند. نیروهای دولتی از هر راه ممکن میکوشند تا هدفهایشان را در این خانه آماج قرار دهند. این خانه در جاده ششم گارد در حوزه 15 شهر کابل است. منابع امنیتی میگویند که این مهاجمان از 20 روز به این طرف به این خانه آمده بودند و دیده میشه که در میان اینا زنا هم بوده، چون لباسهایشان در اینجا دیده میشه. و مهاجمان در حدود 10 ساعت با نیروهای دولتی به درگیری میپردازند که در نهایت نیروهای امنیتی تا از راه بام میکشند تا اینا را از پا در بیاورند. پس از این عملیات جسد یک داعشی در اینجا دیده می شود. روز یک بیره می برامد، پس باز می آمد. خبر نمی شدم که چی وقت می آمد. شام ساعت شام سه دانه سیاسر کرد، یک دانه مرد بود در موتر رفتند، بار از او بازی هم نیم. منابع امنیتی می گویند که داعشیان در این خانه سرگرم ساخت و ساز واسکت های انتحاری و ماین ها بودند. رعوف که همسایه این خانه است میگوید که تصور هم نمی کرد که در اینجا داعشیان جا به جا شده باشند. همکاری دولت نمی بود، چرا این رقم می شود؟ باید به اطلاع می داشت، با خبر می بود دولت. یک مخفیگاه دیگر داعشیان در ولسوالی بگرامی کابل نیز در چنین مکانی بود. منابع امنیتی میگویند که اینجا در زیرزمینی این ساختمان مرکز ساخت و ساز واسکت‌های انتحاری و ماین‌های داعشیان بود و موشک‌های را آماده داشتند که با بهره برداری از این باتری از فراز بام همین ساختمان هدف‌هایشان را آماج قرار دهند. ما شما هم لیدل زده ده بام سر بنده بگرزیدل و ده یوانی ما میشد و میشتی که دل تزون کوی. عملیات هم مانند در حوزه 8 کابل نیز از سوی نیروهای دولتی انجام شد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در این عملیات ها 3 تن از نیروهای ویژه امنیت ملی و پلیس ملی نیز جان باختند. وزارت امور خارجه میگوید که تاکنون رایزنی ها درباره جای برگزاری نشستی که قرار است میان هیئت افغانستان با نمایندگان طالبان برگزار شود نهایی نشده است، در حالی که پیش از این گفته شده بود که این نشست در اسلو برگزار خواهد شد. اما اکنون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که هنوز رایزنی ها در این باره ادامه دارند. در همین حال منابع آگاه از گفتگوهای صلح میگویند که ملا برادر با چند تن دیگر از اعضای طالبان از قطر به ازبکستان رفته است و احتمال دارد که نشست درباره صلح افغانستان در سمرقند برگزار شود. انیسه شهید گزارش میدهد. در حالی که افغانستان در حال آماده سازی یک هیئت 15 نفری برای گفتگوها با طالبان است، وزارت امور خارجه می گوید که تاکنون مکان گفتگوهای میان افغانان مشخص نشده است. اسلو یکی از جاهایی است که میشه در اونجا نشست برگزار شود. البته کشورهای منطقه مثل ازبکستان هم آمادگی نشان داده بود، اندونزیا هم آمادگی نشان داده. در همین حال منابع آگاه از گفتگوهای صلح در قطر از سفر شماری از نمایندگان طالبان به ازبکستان سخن میزنند. ملا برادر خود دی پغه صحه که آقا په مذاکرات کوم نسته، مذاکرات نور کی نو دی بتللی سره د خپل ملګرو کیدای سي چې د ازبکستان د بین الافغانی غونډه خبره ملته یاده. منابع آگاه سفرهای نمایندگان طالبان را به کشورهای منطقه زمینه سازی برای گفتگوهای صلح می‌دانند. طالبان و امریکایان ترمنز موافقه در سره کول لپاره عجله موجوده ده. دواړه لوري کوشش کوي چې توپیرونه لمنځه تللي په میکانیزمونو باندې بحث روان ده او چې څومره زر د میکانیزمونو بحث ختم شي لاسلیک شي. ما امیدوار هستیم که اعلان جزئیات یا اعلان سازوکارهایی که منجر به تأمین آتش بس پایدار و شروع مذاکرات صلح زمان بر نشود.
گفته می شود که در هشتمین دور گفتگوهای صلح قطر دو طرف در زمینه توافق از بحر زمانبندی خروج نیروهای خارجی به پیشرفت‌های چشمگیری رسیدند. در 10 سال گذشته بیشتر از 200 دیپلمات از نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج برنگشتند. یافته یک گزارش تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که استخدام به کارمندان سفارتخانه ها و قنسولگری ها در وزارت امور خارجه در 10 سال گذشته با ابزار برای فشارهای سیاسی، امتیاز دادن ها و باجدهی ها مبدل شده است. این گزارش استخدام های غیرقانونی آن دیپلمات ها را نیز نشان می دهد که همچون دبیران دوم و سوم در سفارتخانه ها استخدام شدند، اما نه تنها دیپلماسی و گپ زدن به یک زبان خارجی را بلد نیستند، بل با سفیر هم پاسخگو نمی باشند. اما وزارت امور خارجه این گزارش را مغرضانه می داند. نبیله اشرفی جزئیات را گزارش می دهد. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این بررسی دریافته است که در 10 سال گذشته وزارت امور خارجه به ابزار برای آوردن فشارهای سیاسی، امتیازگیری ها و باجدهی ها مبدل شده است و نیز در این مدت 200 دیپلمات به کشور بر نگشتند. اسنادی که موږ خپل له وزارت څخه اخیستلی دي یا پرایمری ډیټا ده یا دغه ترڅنګ موږ دویم لاس یا سیکنډری ډیټا لودل. این گزارش دریافته است که از میان 1060 کارمند این نهاد 164 تن از رشته های نامرتبط با کارهای وزارت امور خارجه گواهی نامه های دانشگاهی دارند و وزارت تحصیلات عالی به شمار از آنان گواهی نامه های موقت داده است. 400 تن به گونه غیرقانونی استخدام شدند. 8% آنان فاقد شرایط قانونی استخدام بودند. شمار ناآشنا با دیپلماسی و ناتوان از گپ زدن به یک زبان خارجی استخدام شدند. یک تعداد زیاد کسایی را که ما امروزشان مصاحبه کردیم مطابق با دریافت های ما نشان می‌ده که اینا این دوره دیپلماسی را تکمیل نکرده به کار گماشته شدند. اما وزارت امور خارجه این گزارش را مغرضانه و جانبدارانه میگوید. کسانی که گزارش نوشتند متقاضی کار در وزارت امور خارجه بودند، بنا به هر دلیلی در وزارت امور خارجه استخدام نشدند. اینا بسیار جانبدارانه و خلاف اصول اکادمیک گزارش نویسی یا نظارت اینا یک چیزی نوشتند و این به یک شکلی فکر میکردن با این کار باجگیری میکنن. متاسفانه این گزارش پیشنهاد کرده است که وزارت امور خارجه 6 ماه پس از همگانی شدن این گزارش یک نظام اطلاعاتی منابع بشری را برای ذخیره سازی همه تصمیم های مربوط به استخدام و ایزام کارمندان این وزارت بر بنیاد رهنمود سیاست گذاری های منابع بشری این وزارت بسازد. بیشتر از 10 روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌گذرد. هم نامزدانی که در این روزها به پیکارهای انتخاباتی پرداختند، در گفته‌هایشان بیشتر چه مسائل را مطرح کردند. شهروندان کشور درباره چگونگی این پیکارها چی دیدگاه‌هایی دارند. تمیم حمید در این گزارش به همین موضوعات پرداخته است. در 10 روز گذشته تنها چند تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برنامه های انتخاباتی داشتند. در این میان سران حکومت وحدت ملی که مانند انتخابات پیشین ریاست جمهوری در برابر هم قرار دارند و گونه های گوشه های از خاطرات آن انتخابات را زنده ساختند. در ظرف 2 سال انشالله و تعالی خواد دیدین که هر ولسوالی افغانستان برق خواد داشت. برای هر ولسوالی افغانستان، برای هر شاروالی افغانستان و برای هر ولایت افغانستان یک پروگرام مشخص ملی را ترتیب و عملی میکنیم. وقتی ما از وحدت ملی صحبت میکنیم، وقتی ما از عدالت صحبت میکنیم، نشان انتخاباتی ما هم عدالت است. یک تعهد صادقانه مبنی بر این که ما حکومت اشخاص نمیسازیم. این گفته ها واکنش های مردم را برانگیختند. که نه دی یو بل شخصیت تا توخین و که او نه دی دومره مبالغه پا که و که چه اغا غیر مطلب اخلاقی یا مطلب دست مبالغه وی چه اغا عقل نمانی. شماره از نامزدان انتخابات هم در پیکارهای انتخاباتیشان بر مسائل دیگر انگشت گذاشتند. به 2 میلیون رای رئیس جمهور تعیین میشه،
سه میلیون چهار میلیون معتاد داریم. اینمی افغانستان اگر مطابق به قانون اساسیش یکی از معتاداش خود کاندید کنه، اونمو معتاد رئیس جمهور ما میشه. ما با مردم افغانستان مشوره میکنیم که راجع به ناقضین حقوق بشر ما چی عمل را انجام میتیم، با مشوره مردم را انجام میتیم. در حالی که شماری هم در گفته هایشان به موضوعات دیگر پرداختند. که آب روی زمین حکومت عدل الهی را برپا و تأسیس خواهیم کرد و یا با جامعه گلگون به خون شهادت به سوی پروردگار خود خواهیم رفت. باشندگان بخشهایی از کشور که در این ده روز پیکارهای انتخاباتی را دنبال کردند در این باره دیدگاه های گوناگونی دارند. پرتولانی زور رسانه ای که یو بل تخکنزل کوي، سپکاوی کوي، یو بل کاندید چې دا یا پلویان چې دی هغوی کوي، کنزل ورته کوي، نو داسې کار باید هیڅ کله ونه شي. در همین حال کسانی هم از آنچه که تلاشا برای مهندسی انتخابات از سوی نامزدان مشخص میگویند نگران هستند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلو و طلو نیوز باشید. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز. پارلمان هند مدغم شدن کامل ایالت جموع و کشمیر را با هند تصویب کرد. لایحه پیشنهاد شده حکومت هند در این باره با وجود مخالفت احزاب مخالف حکومت نرندرا مودی تصویب شد. در همین حال پاکستان میگوید که در برابر این کار هند هست هر گزینه کار خواهد گرفت. ما نخست وزیر این کشور از پیامدهای جنگ میان هند و پاکستان هشدار میدهد. در همین حال در پاکستان و هند شماره از مردم در برابر ادغام کامل جموع و کشمیر با هند دست به اعتراض زدند. شماری از شهرهای پاکستان به شمول شهر کراچی گواه اعتراضها در برابر یک جا ساختن کامل کشمیر با هند از سوی دهلی نو بودند. اگر تا آخرین قطره خونمان بجنگیم این چگونه جنگ خواهد بود؟ جنگ خواهد بود که هیچ برنده‌ای نخواهد داشت، به همه بازنده خواهند بود. اما با وجود مخالفت‌های پاکستان و احزاب کشمیری، پارلمان هند لایحه پیشنهاد شده حکومت این کشور را درباره مدغم سازی کشمیر با هند تایید کرد. با بستن احزاب دموکراتیک و مانع شدن رهبرانشان، فضا را برای نیروهای غیر دموکراتیک باز می کنید. ادعا می کردید که جنگ را در برابر هراس افغانی می بریم و شاید همین گونه بود. اما اکنون به هراس افغانان زندگی دوباره می دهید. در هند برخی از مردم نیز بر این کار دهلی نو اعتراض کردند. مردم کشمیر باید آزادیشان را داشته باشند و با هویت خودشان زندگی کنند. هند و پاکستان تا کنون دو بار بر سر مسئله کشمیر درگیر جنگ های خونین شدند. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. دادگاه در ترکیه دستور داده است تا فعالیت های بیش از 130 وبسایت و حساب های کاربری منتقدان حکومت این کشور در شبکه های اجتماعی بسته شوند. منتقدان رئیس جمهور ترکیه می گویند که حکومت این کشور با این کار حقوق بشر را در ترکیه نابود کرده است. کارشناسان محیط زیست در مراکش از خشکسالی در بخش های شمالی این کشور نگران هستند. آنان می گویند که این منطقه توقفگاه پرندگان مهاجر است که از اروپا به افریقا می روند و خشکسالی جانهای این پرندگان را تهدید می کند. شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گواه یک انفجار نیرومند بود. این انفجار در بیرون اداره مالیات دنمارک رخ داد، اما علت آن هنوز روشن نشده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
شمار از باشندگان شهر کابل از آنچه که افزایش روز افزون پرچوی برق میگویند انتقاد میکنند. آنان میگویند که شرکت برشنا حتی برنامه منظم هم برای پرچوی ها ندارد. در این حال رئیس شرکت برشنا مشکلات فنی را در شبکه توزیع برق و نیز مطمئن شدن از توزیع برق را در بخش هایی که در آنها مراسم از بهر بزرگداشت از جشن آزادی کشور برگزار میشوند از علت های افزایش پرچوی های برق میگوید. روح الله آرمان گزارش میدهد. بروز سه شنبه شرکت برشنا از توزیع 12 مگاوات برق به پارک‌های صنعتی صنایع سبز در ده سبز کابل خبر داد. در افزایی که باشندگان کابل گرمترین روزهای سال را با کمترین ساعت برق سپری می‌کنند. همیشه مر سر د دیس خټکو چې یو منظم پلان د برق د سټیبیلیټی لپاره چې په ورس کې وساتل شي نه دی جوړ شوی. په بار بار وادیم راکل سی دی چې دا ان شاء الله دا مشکل به حل سی. شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری نیز از آنچه که توزیع نامتوازن برق میگوید انتقاد میکند. برای فعلا از برق موجوده که او را باید شهروند مصرف کنه، سکتور خدمات مصرف کنه، او را به پارکا میتن که هم شهروند به کمبود برق مواجه میشه و هم سکتور خدمات ما. ما مکلف بودیم که ساعات جشن نباید برق مطمئن بتیم. از او خاطر دو ساعت کمی کارهای تکنیکی ما مجبور بودیم کار کنیم، لینا را قطع کنیم، باز ساعت که امو جنگشنا و ترانسفورمرایی که به نیاز به مساحت جشن کار باشه، دو ساعت به خاطر یک دو سه روزی که مشکل پیدا شده است، ان شاء الله که دمی یک دو روز آینده او کاملا رفع میشه. بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا، از مجموع 320 مگاوات برقی که به کابل در نظر گرفته شده است، 90 مگاوات آن به پارک‌های صنعتی توزیع می‌شود. در حال حاضر نیاز برق در شهر کابل تا 600 مگاوات می‌رسد. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک یورو 87 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1140 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم صابر پیرزاد تقدیمتان میکنند. آقای پیرزاد خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد. دوباره خوش آمدید. تیم ملی فوتبال زیر 19 سالگان افغانستان رهسپار تاجیکستان شد. قرار است ملی پوشان زیر 19 سالگان کشور در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا حضور پیدا کند. ملی پوشان زیر 19 سالگان کشور در نخستین دیدارش به روز جمعه 18 اسد ساعت 4:30 عصر با ترکمنستان مساف خواهد داشت. تیم معلولان کرکت کشور در دومین دیدارشان در رقابت‌های جام جهانی کرکت معلولان تیم پاکستان را با تفاوت 26 تا شکست داد. در پایان این دیدار شیرین آقا از تیم ملی کرکت معلولان کشور با درخشش در توپ اندازی عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. وین رونی بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستر یونایتد دوباره به فوتبال انگلستان باز خواهد گشت. رونی که در 120 بازی ملی 53 گل برای استشهرها و ثمر رسانده، در حال به دربی کانتی می پیوندد که 16 جام در کارنامه دارد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.